درود بر شما دوستان عزیز، وقتتون بخیر و شادی. به یک آموزش دیگه از سری آموزش‌های کانال هوشی صد خوش اومدین. اگه دیدین آموزش براتون مفید بوده، لطفاً سابسکرایب کنید و اگه می‌خواید از آموزش‌های دیگه ما باخبر بشین، دکمه زنگوله رو کلیک کنید. خب امروز می‌خوام نحوه وارد کردن کد بیس و تور سیورهای آی کلاس فولشی بهتون آموزش بدم. برای این کار ما سه تا راه حل داریم. یکی اینکه فایل سافتکم از یه جای دانلود کنیم و بیایم از طریق فلش مموری بریزیم روی رسیور که راحت تر این کار هستش. قسمت دوم یا راه حل دوممون بریم قسمت اطلاعات رسیور و از اون قسمت برای وارد کردن کد بیس اقدام کنیم که یه خورده پیچیده است برای شما. راه حل سوم هم روی کانالی که کد بیس داره قرار میگیریم و اونجا دکمه اوکی رو میزنیم. لیست کانال ها که اومد خودش پایین زده 4 تا 0 رو میزنیم و کد بیس کانال مربوطه میاد روی صفحه. و همه این شرایطی که براتون توضیح دادم منوط بر این هست که حتما رسیورتون رو با آخرین آپدیت یا آخرین نرم افزاری که رسیورتون تا این تاریخ داره حتما باید آپدیت شده باشه. اگه نرم افزار رسیور قدیمی باشه نمیتونی از این راه حل استفاده بکنین و براتون دادن کد بیس سخت‌تر میشه. حتما فقط باید از طریق فلش مموری سافتکم بریزین روش. قسمت دستی اصلا براتون کار نمیکنه. خب راه اول، منو رو میزنیم، وارد اطلاعات دستگاه میشیم و روی اطلاعات دستگاه اوکی رو میزنیم تا قسمت اطلاعات رو برامون بیاره. خب توی قسمت اطلاعات رسیور مدل دستگاه، نسخه نرم افزار، سخت افزار همه رو میتونید مشاهده کنین. اون زیر هم زده بخش کد ها، دکمه F1 قرمز رو میزنیم برای وارد کردن کد هامون. خب همونطوری که ملاحظه میفرمایید وارد قسمت کد ها شدیم. میام روی آخرین گزینه قسمت بیس، ما بیشتر با اونجا کار داریم و برای وارد کردن کد بیس روی اون قسمت اوکی رو میزنیم. خب اینجا برای اضافه کردن کد جدید میام دکمه سبز رنگ روی کنترل F2 رو میزنیم برای اضافه کردن فرکانس و ماهواره مربوطه که میخوایم کداش رو اینجا وارد کنیم. ما بیشتر کدای بیس رو برای شبکه 3 و ورزش ایران میخوایم. پس برای این کار اول روی قسمت ماهواره گزینه اول فلش سمت راست رو میزنیم و میایم از سوی ماهواره ها ماهواره بد رو پیدا میکنیم و اوکی رو میزنیم. خب حالا میایم تو قسمت فرکانس. باید فرکانس اون کانالی که میخوایم کد بیس رو وارد کنیم وارد میکنیم. مثلا ما اینجا برای شبکه 3 روی دو تا فرکانس داریم، 11881 و 11900، که اینجا 11900 رو من وارد میکنم. خب قسمت سوم شناسه کانال هست. برای شبکه 3 میتونید 3 رو وارد کنید یا 12F. 0 هم اولش باید بزنید که اینجا نمایش داده نمیشه، نیازی نیست. پس یا دکمه 3 رو میزنید یا 12F رو برای شبکه 3. خب بعد از وارد کردن 3 یا 12F تون اوکی رو که بزنین، میان رو قسمت بیس، این پایین نوشته بیس، اونجا اوکی رو میزنین و کدای بیس 16 رقم هست واردش میکنین. برای کانال های ایران 6-1-2-3 6-1-2-3 هست. اینو که وارد کردین اوکی رو بزنین، کد جدیدتون تو بخش کد ها قرار میگیره. بعد از وارد کردن فرکانس و کد بیس تغییرات رو ذخیره میکنیم و این قسمت خارج میشیم و میریم رو کانال شبکه 3 ببینیم باز شده یا نه. بله همونطوری که مشاهده میکنیم شبکه 3 الان باز است. خب همونطوری که اول بهتون عرض کردم این قسمتی خورده سخته برای وارد کردن کد بیس. اگر رسیورتون رو آپدیت کرده باشیم میتونیم بریم روی همون شبکه 3 یا شبکه ورزش و اوکی رو بزنید. لیست کانال ها که اومد خودشون پایین بهتون نشون داده 4 تا 0 اگه بزنین کد بیس مربوط به این کانال میاد. پایین 4 تا 0. خب حالا ما 4 تا 0 رو میزنیم. اینجا دیگه کار خیلی راحت تر میشه. اینجا فقط کد بیس رو میخواد. کد 16 رقمی که دارین مربوط به کانال هست اینجا وارد میکنیم. این برای شبکه 3 هست و الان اینم برای ورزش. همین کار روی ورزش هم انجام میدیم و کد های ورزش هم وارد میکنیم. شما ممکنه این کار انجام نداده باشین و کانالتون باز باشه، ولی خب سعیش اینی که بیان روی کانال اگه دیدین 4 تا 0 رو زدین و گزینه ها همه F بود، این کد رو وارد کنی که دیگه بعدن اگه یه موقعی کانال باز شد دیگه نیازی نیست شما کاری انجام بدین، به صورت اتومات براتون میاره. برای کانال های اینتل ست هم میتونین همین کار رو انجام بدین. خب دوستان راه حل سومی هم داشتیم برای وارد کردن کد های بیس که
زدن سافکم رو رسیور بود. سافکم یه فایلیه که کدهای جدید همه توش قرار گرفته و میتونید اون رو از یه جایی یا سایت خود آیکلاس یا از کانال مختلف تو تلگرام یا اینترنت دانلود کنین و از طریق فلش مموری بریزین روی رسیورتون و کل کدهایتون براتون آپدیت بشه و نیازی به این مراحل نیست. ولی خب اگه کد عوض شد، مثلا کانالای مثل تی وی ورزش و فوتبال اشتی تاجیکستان روی آسد داریم ما، یا چند مدت یه بار کداشون عوض میشه، شما میتونید کدا رو پیدا کنین و از این طریق کداشون رو آپدیت کنین. خب اینم از وارد کردن کد بیس تو رسیورای آی کلاس فول اشتی بود که بهتون آموزش دادم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. دوستان موفق و پیروز باشین. بدرود.